ادامه خبرها از سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران. خرید نفت خام کشورهای بزرگ آسیایی مثل ژاپن، هند، چین و کره جنوبی از رژیم ایران امسال 14% کاهش داشته است. به گزارش رویترز، واردات نفت چین، هند، ژاپن و کره جنوبی از رژیم ایران در 11 ماه اول سال 2013 از 1.8 میلیون بشکه در روز در سال گذشته به 928,529 بشکه در روز رسیده است. رویترز در همین رابطه گزارش می‌کند آمار و ارقام کشتیرانی نشان می‌دهد که در ماه‌های نوامبر تا ژانویه امسال واردات نفت خام از ایران توسط کشورهای چین 6%، ژاپن 4.6%، هند 39% و کره جنوبی 12% کاهش داشته است. آخوند حمید رسایی، مهره خامنه‌ای در مجلس ارتجاع، درباره مذاکرات ژنو و خوردن جام زهر اتمی گفت: این مذاکرات برای جمهوری اسلامی تحقیرآمیز بود. تیم مذاکره کننده ایرانی چیزی را به دست نیاورد تا از آنان تشکر کنیم. از سوی دیگر، آخوند امامی کاشانی در نمایش جمعه تهران درباره جام زهر اتمی و توافقنامه ژنو گفت: ما الان هم در مسئله خوشبختانه قرار گرفتیم و اون مسئله آژانس و پنجه به علاوه یک و میثاق در ژنو. این میثاق در ژنو یک چیز خوبی از آب در اومد و اون این بود که در دنیای استکبار یک چیزی علیه جمهوری اسلامی اینا مطرح کرده بودند و می گفتن که جمهوری اسلامی در صدد سلاح اتمی است، ولی این نکته رو شما دنیای غرب و استکبار شما این رو بدانید که شما پروندتون سیاهه، یعنی یک پرونده سیاهی و حجیمی شما تشکیل دادید در این سالها در برابر کشور ایران و نظام جمهوری اسلامی. مراقب باشید این پرونده رو قطورتر نکنید. حداد عادل، مهره اصلی خامنه ای در مجلس ارتجاع، در وحشت از تکرار خیزش های مردمی گفت: چه تضمینی هست که دوباره فردا حوادث سال 88 تکرار نشود؟ وی افزود: در روز 16 آذر یک عده به عکس امام بی احترامی کردند. در عاشورای همان سال عده‌ای به خیابان‌ها آمدند و شعارهای عجیب و غریب دادند. آخوند رحیمیان از اعضای بیت العنکبوت خامنه ای نیز گفت: پاسخگوی آبروی ریخته شده نظام کیست؟ بخش بزرگی از افرادی که در آن ایام دستگیر شدند و به هیچ کس رأی نداده بودند و برای هدف دیگری آمده بودند همچنان پای مواضع خود ایستادند. یک کارگزار رژیم در ستاد به اصطلاح مبارزه با مواد مخدر گفت: 1,325,000 معتاد در کشور وجود دارد. وی همچنین اذعان کرد که در یک سال گذشته 178,000 نفر در این رابطه دستگیر شدند که در مقایسه با سال گذشته 16% افزایش داشته است. ایران تحت حاکمیت آخوندها مقام چهارم جهانی را از نظر تعداد زندانیان دارد. عباس صلاحی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ارتجاع گفت: روند فزاینده آمار زندانیان در کشور اگرچه بحث جدیدی نیست، اما صعود به رتبه چهارم جهانی از نظر تعداد زندانی به نسبت جمعیت موضوع جدیدی است. به افزود: در حال حاضر به ازای هر 100,000 نفر در کشور 800 نفر وارد زندان می شوند. اخباری از تحولات قیام مردم سوریه. رزمندگان ارتش آزادی سوریه طی عملیاتی در نزدیکی شهر الزمیر در حومه دمشق
انبارهای سوخت موشک اسکاد رژیم سوریه را به تصرف خود درآوردند و بیش از 100 تن از نظامیان اسد را به هلاکت رساندند. به گزارش تلویزیون اورینت، این انبارها بزرگترین انبارهای سوخت موشکی اسد برای موشک‌های اسکاد بود. بنا به این گزارش، در میان کشته شدگان نیروهای عراقی و حزب شیطان و سلشگر فرمانده تیپ 137 که با همراهانش در حال فرار بود نیز دیده می شود. رزمندگان ارتش آزادی سوریه با نظامیان اسد که تلاش می کردند شهر معظمیه شام را از جبهه شمالی و اتوبان دمشق قنیطره به تصرف خود درآورند، درگیر شدند و جلوی پیشروی آنها را گرفتند. همچنین رزمندگان ارتش آزادی سوریه در اطراف فرودگاه بین المللی حلب یک هواپیمای رژیم سوریه را سرنگون کردند و یک هلیکوپتر را در بلندی‌های منطقه شیخ سعید مورد اصابت قرار دادند. از زمان شروع حملات جنایتکارانه با بشکه‌های انفجاری به شهر حلب، این اولین هواپیمای اسد است که سرنگون می‌شود. رزمندگان ارتش آزادی سوریه در منطقه خانشیخ در حومه غربی دمشق نیز یک هواپیمای رژیم اسد را سرنگون کردند. رزمندگان همچنین در اطراف تیپ 68 ارتش اسد تعدادی از زرهی‌های نظامیان اسد را به غنیمت گرفتند. آخرین خبر این ساعت. محمد شطاح وزیر دارایی سابق لبنان و مشاور سعد حریری بر اثر انفجار یک ماشین بمبگذاری شده در بیروت کشته شد. در این انفجار که روز جمعه رخ داد، 6 تن کشته و بیش از 70 تن مجروح شدند. سعد حریری طی بیانیه‌ای با اشاره به حزب شیطان اعلام کرد کسانی که محمد شطاح را ترور کردند همان کسانی هستند که رفیق حریری را ترور کردند و از حاضر شدن در مقابل دادگاه‌های بین‌المللی فرار می‌کنند. به گزارش رویتر، محمد شطاح کمتر از یک ساعت قبل از مرگ خود در پیامی در توییتر هشدار داده بود که حزب شیطان در تلاش است تا در لبنان مانند سوریه اهرم‌های امنیتی و سیاسی را به دست بگیرد. بینندگان عزیز، به اتفاق همکارم اخبار این ساعت را به پایان می‌بریم. تا بخش بعدی خبر، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.